اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، اگه چیزی نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوضاع رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. متشکرم. قربونتون برم. صفای قدمت. خواهش میکنم. قربونتون برم. متشکرم. به به. الهی شکر به خاطر گل وجود شما در اینجا. با یاد یگان رفیق، یگان رفیق بی رفیق شروع میکنیم، با امید به اینکه انشالله دلهای ما رو به هم نزدیک کنه تا مولد عشق باشه و با مولود مهر و دوستی رنگ زیباتری به زندگیمون بزنیم. به، احوال بنده با عشق بومرانی چطوره؟ خیلی باحال نه؟ من معمولا مهمانان عزیزی که تشریف میارن قبل از تا این لحظه که اینجا باشم خودم رو از دیدار گل روشون محروم میکنم، و چرا که دلم میخواد اشتیاق دیدنشون رو در همون لحظه‌ای که باشون مواجه میشم رو در کنار شما با همدیگه تجربه بکنیم. مهمان عزیز من امشب کسیه که وقتی مینویسه خیلی خوب مینویسه، وقتی کارگردانی میکنه خوب کارگردانی میکنه، وقتی بازی میکنه خیلی عالی بازی میکنه. من به شخصه یکی از فنهای بازیگریشم. خانم آقایان، بریم به استقبال دوست نازنین پیمان قاسمخانی.
خیلی متشکرم. عزیز دلی. مشتاق دیدار. سلام بر روی ماهت پیمان عزیز. سلام مخلصم. خیلی خوش اومدید. دیدن پیمان قاسم خانی واقعا همیشه فرح بخشه نه؟ مخلص. واقعا همینطوره. قربونت برم عزیزم. حالت چطوره؟ دلتنگتیم بابا مدت هاست ندیدیم تو. آره. ما بیشتر. لطفاً. خوبی؟ آره خوب. کاش هم دیگه قبل برنامه میدیم یه هماهنگ می‌کردیم. سوال سخت از من نپرسید. نه عزیزم قربونت برم. من گفتم گفتم خودم محروم میکنم میخوام اشتیاق دیدن تو عاشقه بقیه در واقع تقسیم شهاب حسینی این حرفا رو بهاتم بزنه چه مزه‌ای میده جدی میگم پیمان عزیز واقعا همیشه کرونا تو بگیرم از ارادتمندان و از علاقه‌مندان بودم و هستم و خواهم بود چون واقعا هنرمند به معنای واقعی پیمان عزیز کسی قلم میتونه دست بگیره واقعا آدم ارزشمندیه چون قلم دست گرفتن واقعا کار هر کسی نیست و چقدر خوب از در واقع تفکرش روی کاغذ پیاده میکنه بعد از روی کاغذ به تصویر میکشه و زمانی هم که بازی میکنه انقدر شیرینه که با اشتیاق میشینی بازیشو تماشا میکنی. میتونم برم. خوب شدم. پیمان جان چه خبر با اوضاع و احوال چه میکنی؟ میگن اوضاع دست خودمون نیست. احوال ولی شاید بتونه دست خودمون باشه. والا احوال منم بنده به اوضاع خیلی دست خودم نیست دیگه همینجوری پایینیم دیگه. امیدوارم که حالا اوضاع دنیا بهتر از اینا بشه. آره دوره عجیب غریبی شده. بله واقعا. تو چیز کردی؟ تو کرونا گرفتی؟ خدایی نکرده؟ من هنوز نه افتخارشو نداشتم. آره. ما گرفتیم حال نمیده به هر حال. جدی میگی؟ آره من گرفتم تموم شد. من خوبشو گرفتم البته اذیت نشدم خیلی ولی دوست رفقا چیزه له شدم بیچاره. دو تا تو دوستان فوتی داشتیم و آره برا خیلی بعد احتیاط کنیم دیگه میبینم که خوب دارن احتیاط میکنن همه دمتون گرم. بله دوستان که به هر حال نه الان واقعا این اواخر هم حالا نمیدونم این برنامه کی پخش میشه فضای برنامه رو نمیخوام به یه سمت حالا غم انگیزی ببرم ولی به هر حال اینا یه حقایقیه ما این اواخر واقعا هنرمندان عزیز و بزرگی رو از دست دادیم. اواخر ما قراری رو داشتیم با جناب آقای پرویز پورحسینی فقید و واقعا قراره به یک همکاری داشتیم. آخ چه آدم نازنینی. تک تکشون آره البته واقعا آقای سینایی و همه‌شون دیگه تو این شرایط آخه پیمان جون چیکار میشه کرد؟ میدونم که خیلی الان تولید مهر و انرژی مثبت و این چیزا واقعا ممکنه سخت‌تر از هر زمان دیگه ای باشه ولی تا کجا میشه به اصطلاح هم واداد؟ والا نمیدونم دیگه ما دل بستیم به خوشحالی‌های کوچیک و چه میدونم واکسن امیدواریم که زودتر بیاد و آقای بایدن رئیس جمهور میشه خوشحال میشیم یه ذره و همینجوری چیزای کوچولو روحیه رو بعد حفظ کرد دیگه کار دیگه نمیشه کرد که میایم پیش تو رو میبینیم خوشحال میشیم و قربونت برم. اتفاقا صحبت سر همین بود اصلا دلیل این برنامه و حالا به هر حال تو خودت یه نویسنده و آدم خلاقی هستی من لازمه که این توضیحو بهت بدم که اساسا انگیزه ای که ما رو اینجا کنار هم دیگه جمع کرده واقعا این بود که ببینیم حالا علاوه بر اینکه دیدارامون رو تو همین شرایط با توجه به همین پروتکل ها در واقع تازه میکنیم ببینیم که با توجه به چه مفاهیمی میشه یه خورده اون روحیه زندگی رو برگردوند. رفاقت مایه بدی نیست برای این داستان یعنی چیزیه که اگر بشه خیلی خوب بهش پرداخت بشه شاید یه زوایایی ازش روشن بشه که خیلی به کارمون بیاد تو زندگی. تعریف چیه از این واژه؟ عرض کنم که من انتخاب خیلی خوبی نیستم برای برنامه‌ای که درباره رفاقته چون خیلی آدم رفیق بازی نبودم واقعیتش از بچگی همین شکلی بود در واقع بیشتر تنها بودم و گوشه‌گیر بودم و رفیقایی هم که تا الان داشتم یعنی راستش اینه که دوست پیدا کردن خیلی سخت نیست ولی نگه داشتنش به هر حال مکافاته و من خیلی بلد نبودم همه رو نگه دارم به خاطر اینکه چیزه بلد نیستم زنگ بزنم احوال پرسی بکنم وقتی رفقا زنگ میزنن که پاشو بریم بیرون مثلا ببینیم ات فلان هی عقب میندازم این تمایل به گوشه‌گیری سر جاش هست و اینا و به هر حال دیگه همم تحملشون تا یه حدیه دیگه بعد دیگه بی خیال میشن و اونایی که موندن دیگه مثلا یه 3-4 تا از قدیم موندن اونا دیگه خیلی با معرفت بودن. یه دوستی دارم یه حرف بامزه میزنه بعد از سالهایی که از مدرسه ما چیزیم رفیق موندیم با هم بعد اینکه مثلا اون 20 بار زنگ میزنه من یه بار زنگ میزنم اینا میگه که من
دیگه متوجه شدم تو بی معرفت نیستی، تو بی شعوری. بر همین چیز، آره کسایی که این قضیه رو قبول کنن، آره با هم چیز، ولی به هر حال چیز دیگه میگم در مورد همین نکته که میگی دلگرمیه و اینکه کسی باشه که آدم یه وقتایی که دلش پره خودشو بریزه بیرون باش، حالا شادیاشو غماشو هر چیز شریک بشه، ظاهرا چیز خوبی باید بشه. من خیلی بلدش نیستم چون من از اونیم که شریک نمیشم چیزی، همش این از روح نویسندگیت میاد. نه قدیما هم نویسنده نبودم، ولی چیز دیگه از بوق میذارید شنیدم، از یوبوست هم میاد، ولی از اگه میشه آخه، مگه به خدا شکست نفسی میکنه؟ شکست نفسی رفیق نداشتن شکست نفسی نبا جان مادر، مگه میتونی رفیق نشوشه اینقدر باحال بنویسی؟ بعد در واقع رفاقت توی کارش که خیلی نمود خوبی داری رفاقت. آره فکر کنم. نه ببین واقعیتش اینه که ما آدمای گوشه‌گیر تنها فکر میکنم بیشترمون دوست داریم که نباشیم همچین چیزی. حتما من خوشحال نیستم از اینکه مثلا موقعی که دلم گرفته است، نمیدونم حالم گرفته است فلان، نتونم گوشی رو بردارم با کسی درد دل کنم، ولی دست خود آدم نیست دیگه. آره به هر حال اینجوریه. از بچگی هم اینطوری بود؟ من چیز دیگه، از اون بچه‌ای بودم که کوچه نمیرفتم. آره تو خونه بازی میکردم. شکل شد. خب نه دیگه واقعا. فکرم سوال تموم شد. این خبر دیگه خب. نه این خلوته، خب این خلوته رو با خودت پس از اول بالاخره یه جوری پیدا کردی دیگه. ببین چیز این شکلیه که آره قدیما بودم این شکلی، بعد یه دوره‌ای توی مثلا دبیرستان و اینا تصمیم گرفتم که این شکلی نباشم. گفتم خب این که باحال نیست که، بذار یه ذره آدم باحالی باشیم. و یه سری بچهای دبیرستان و بچهای دانشگاه که منو میشناسن به عنوان یه آدم یه ذره چیزه بوق، یه آدم یه ذره چیزه مثلا لش و شیطون و مثلا این چیزا میشناسن، ولی بعد دوباره کم کم برگشتم سر جای خودم و الان میگم اصلا چیزی نیست که آدم بشه افتخار کنه، خیلی هم چیزی بی خودیه. خیلی دوست دارم، مثلا دوست دارم تو مهمونی ها باشم و فلان، بلدم هستم نقششو بازی کنم، نقش آدم باحال گرم فلان، ولی تهش اینه که الان که نشستم اینجا چیزه شب حرف بزنم من گوش کنم راحت ترم. بالاخره در نهایت به خاطر رفاقت برای چی داریم تو زندگی؟ برای که زمانمون با یه کیفیت مطلوبی بگذره که راضیمون بکنه. باشه یه آدمایی هم هستن که ترجیحشون اینه که بیشتر دنیای خودشونو برای خودشون نگه دارن و اونجا بالاخره، ولی اون تو اون دنیا هم یه سری رفاقت با یه سری چیزای دیگه اتفاق میفته، درسته؟ یعنی بالاخره یه جوری اون زمان با کیفیت رو برای خود ایجاد میکنی دیگه. ببین نمیدونم زمان با کیفیت به چی بگی. من مثلا به هر حال این شکلی هست که میرم تو جمع و میگم در این حد بلد هستم که آدم خوبی باشم، ارتباط بگیرم و مثلا بگیم بخندیم و همینجوری هر جا تو هم منو دیدی چیزه دیگه خوب بودم. دقیقا. تو جمع هم نمیرم قایم شم، به هر حال این شکلی خوبه، ولی در همون لحظات هم ترجیح همینه که خب کی برم مثلا شلوارکی رو بپوشم و بیفتم جلو تلویزیون یا مثلا چیز کنم با حیوانات سر کله بزنم که رفیقای خوبی هم واقعا اونا و اینجوری ها دیگه. و حالا میگم آدم های محدودی به هر حال هستن که خوبیم با هم و میگیم میخندیم اینا، ولی چی باعث شده آدم ها الان میگه اون با حیوانات سر کله بزنم اونا رفقای خوبی هم. چرا بگه خاصیتشون چیه که آدم ها ندارن؟ فکر کنم خیلی توقع ندارن از آدم که باشون زیاد حرف بزنه. میتونیم با هم ساکت بشینیم. چی داری توی خونه؟ 4 گربه و 2 سگ. برای اونه چیزه یاد اون قصه چیز افتادم، مهمان‌های ناخوانده. آره جیک و جیک میکنم برای بذارم برم. آره حالا همینجوری همه موندم برام میو میو میکنم. آره باحال دیگه. نمیدونم ما حیوان دوست ما از بچگی هم همین بودیم دیگه. الان مهرابم میاد بهت میگه دیگه همیشه دور و بر پر حیوان بود، ولی چیز چرا شیشه ما نه میدونستیم دیگه چی دیگه هست از اول. بعد آره ولی به هر حال نمیدونم خیلی خیلی تعریفی نداره دیگه، دوستشون دارم. من تحت تاثیر معصومیت قرار میگیرم، بچه ها رو دوست دارم و حیوانات رو دوست دارم و آره اینجوریه دیگه. پیمان این طنازی در نوشته ها از کجا میاد؟
اینا در واقع اول محبت داری، بعد اینکه چیزه من توی این حالا چیز رفیقای نداشته و این ماجراها، ما خیلی خانواده باحالی داشتیم. شاید یکی دلیلش، یکی از دلایلی که مثلا خیلی احتیاج نداشتم انگار به دوست، این بود که تو خانواده خیلی قاطی بودیم با هم. من و مهراب بودیم همیشه، و بعد یه لشکر پسرخاله و دخترخاله و اینا، و یه جمع خیلی باحالی و همشون باوزه بودن. یعنی مثلا میشستیم همدیگر رو به رگبار شوخی میبستیم و میذاشتیم سر کار همدیگر رو. یعنی ما یه جور چیزه، یه داستانه سر کار گذاشتنی داریم که چیزه خیلی باحاله و چیز تعریف کردنی هم یه تعدادیش نیست به هر حال، ولی چیز همش تو خنده شوخی بودیم دیگه. مثلا دایی خدا بیامرزه یکی از بامزه ترین آدمایی بود که تو زندگی داشت، همجوری میشستیم حرف میزد مثلا قشقش میخندید. برای همین فکر کنم تو یه فضایی که توش طنز جاری بود در واقع بزرگ شدیم، و بعدم که سینما بود و فیلم و چیز دیگه، فیلمای کمدی که همیشه دوست داشتم و اینا، و خب یه نوری الان، یه نور جذابی صورتی و آبی الان از امید تابید، چون خوشحال شده. پس اون رفاقت رو با خانواده تجربه کردم. آره من اصلا زیاد خونگی بودم و چیز دیگه. آره اونا رو داشتم، و اتفاقا مثلا دختر خاله پسر خاله اینا خارجن، ولی مثلا بعد از یادم نمیاد مثلا 10 سال 12 سال رفتم دیدمشون و انگار مثلا 10 دقیقه پیش از هم جدا شده بودیم. یعنی اون چیزه آره سر جاش بود، سفت با باز با هم. نه خون آدم ها با هم بیشتر میجوشه. یعنی نمیدونم چیه دیگه، هرچی که هست، ولی خیلی خیلی باهاشون خوش میگذره. و چیز دیگه میگم، مثلا انگار هیچ فاصله ای نبود. وقتی برگشتیم یه دختر خاله دارم که مثلا با هم بزرگ شدیم، فکر کنم که مثلا 6-7 ماه اختلاف، نه 1 سال اختلاف سنی داریم، و مثلا نمیتونم تصور کنم که مثلا اگه خواهر داشتم به این خوبی بود که این. و مثلا آره مثلا میتونم بگم که اگه 5 تا دوست خوب بخوام اسم ببرم، یکیش حتما اون دختر خاله‌م. آره آشه راست میگی، این بود. پس این همه سال من فکر کردم گوشه‌گیرم نبودم. آره نه جالبه دیگه. بعد باحال‌تر دیگه رفاقت با اعضای خانواده بود. آره اینا خوب باشن که اون صداقتی که آدمو همه دنبالش میگردن، خب به مراتب بیشتره دیگه. آره و یه مش آدم بامزه دیگه واقعا. آره من تصورم این بود که از توی اینا چند تا کمدی نویس دیگه در میاد. یعنی ما همیشه با مهراب میگفتیم که کاش مثلا 4 تا داداش دیگه داشتیم، همینجوری یه تیم فیلمنامه نویسی میزدیم و اینا، مثلا به سردهای مفلاین اینا. همشون با مزه بودن، ولی رفتن دنبال کسب و کار شرافتمندانه به هر حال دیگه. ما اون تیم. ساز مورد علاقت چیه پیمان جان؟ ببین من چند تا ساز رو دوست دارم. من دخترم چیزه موزیسینه، و اون سازش فلوت کلید داره، و از وقتی که اون چیز کرد، اون اینو شروع کرد، مثلا من ترومپت دوست داشتم و نمیدونم ساکسیفون و اینو، به هر حال گیتار الکتریک و اینو دوست داشتم، ولی چیز از وقتی اون شروع کرده دیدم که چقدر چیزه باحاله، و الان فلوت کلید داره دوست دارم. ببینیم آیا هم رفیق تونسته تحفه‌ای در شن. بله و صداش که اومد، بریم ببینیم.
سلام به شما دوست خوشحس و خوشنواز و خوشتیپ. خیلی متشکرم، مرسی. حال شما چطوره؟ سپاسگزارم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. همکاران عزیزم، نام شریف شما بفرمایید. سلام عرض می‌کنم و دوستانی که با من همکاری کردن دیگه. خیلی ممنون از شما. نام شریفتون رو بدونیم. من سینا زوکایی هستم. آقای سینا زوکایی. انشالله که سلامت باشید. آقا درجه یک بود. مرسی. خیلی متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم. انشالله سینا جان برقرار باشی و برمدار. سپاسگزارم. نفست همیشه گرم. قربان شما. متشکرم. مرسی. ممنونم. سپاسگزارم. مرسی. مهمترین، فکر میکنی رفاقت مهمترین سکانسی که نوشتی کدوم سکانسه، کدوم کارت بوده؟ در مورد رفاقت؟ آره، مثلا چیزی که خودت صفا که گفتی عجب باحال شد رفاقت بین این دوتا. دارم مرور میکنم. مثلا تو سن پترزبورگ یا؟ آهان، آره. ببین من الان دارم اینجوری عقب که میرم توی مثلا همین خوب بجلف یا سن پترزبورگ دوتا رفیق هستن که همش دارن حال هم دیگر رو میگیرن. در واقع اون مثلا نمود رفاقتی که به خاطرش مثلا برای هم دیگه از خود گذشتگی بکنن یه حالی من تو این الان دارم فکر کنم که نبوده تو فیلم ها، یکم جاش خالیه. یعنی مثلا بیشتر رفیقایی که من نوشتم انگار دارن با هم کلکل میکنن. از همون دوره چه میدونم پاورچین و برره آدماش چیزه، هم رفیق بودن ولی همزمان حالا همو میگرفتن. یه رفاقت خشونت‌آمیزیه انگار بینشون. چیزه الان که میگم، الان نه که ربط داشته باشه، ولی فیلمای این وسترنای جان فورد رو دیدی؟ مثلا یارو رفیقن با هم و بعد یه کتککاری سیر تو بار میکنن و بعد مثلا آشولاش که کردن میگه دست هم دیگر میگیرن بلند میکنن. اون جور رفاقته به نظرم جذاب و باحال و اینا. حالا نمیدونم بذار ببینم دیگه چیزه. الان این رفاقتی که میگی تو خوب و جلف و اینا اینجوریه، واقعا حالا یه خودم آخه مد روز هم هست. رفقا مثلا یه کلایی با هم دیگه میندازن، بعضا انقدر این کله تند و تیز میشه که یهو تو نگاه میکنی میبینی مثل که دیگه سایه از این رفاقت باقی نمون. یکیش طرفداری معروف از دو تیم قرمز و آبی، شاهد بودیم ما رفیقا زدن هم دیگه سر بازی. از اینجور کلاچ اصلا الان مودم هست در واقع یه جورایی. نمیدونم والله، ولی خب چیز دیگه در مورد این رفاقت که کل داره توش و اینا شنیدم که پژمان و سام و شما دعوت کردید اینجا. بله، احتمالاً به عینه شاهد بودی که تا کجا میتونه کل پیش بره و اینا. یعنی در واقع خوب و جلفه بر اساس رابطه این دوتا شکل گرفت هستن دیگه. ریشش ولی تو دوست داشتنه؟ در مورد این دوتا بله. حالا میگم بقیه رو نمیدونم، ولی چیز دیگه وقتی آدم زیاد کل میکنه نمیدونم واقعا. من اونی هم که بلد نیستم رفاقتو دیگه. حیوانا دوست دارم. آدم رو نمیده. بیا درباره مرز شوخی در رفاقت صحبت کنیم. شوخی چجوریه در رفاقت؟ تا کجا میتونه پیش بره؟ تو دبیرستان اولین شوخیمون این بود که میامدیم یه کلاهی که سرمون بود میکشیم رو صورت. دستی منظورم همین بوده. فکر نکنیم. لگد بود. همش جوشدک مینداخت. نه؟ واقعا ولی شوخی یه چیزیه که به نظرم مثل یه شمشیر دولبه عمل میکنه. یعنی هم میتونه رفاقت رو باحالش کنه، هم میتونه بهش ضربه بزنه. تا مرز شوخی کجاست تو رفاقت به نظرت؟ هم دستی ببین من چیزه، من آدم رعایت کنیم. یعنی یادم نمیاد که حالا تو دوستا یا هر کسی رو رنجونده باشم. به هر حال میشه یه ذره بعضی وقت زیاده روی کرد توی چیزه. یعنی الان پژمان و سام که گفتم اونا اهل زیاده روی هن. یعنی تا یه جایی با هم شوخی میکنم میگم یا خود الان زدن هم دیگر، ولی بعد چیز دیگه بعد دوباره خوبن با هم. یا واقعا خودشون نه خودشون شکلی هن اصلا کلکل دارن و بامزن به شدت هم دیگر رو دوست دارن. ببین در واقع گرفتم ازشون و 80% رو سانسور کردم، 20% رو آوردم. اون فراتر از دستی ماجرا. ولی چیز دیگه نه،
بستگی به ظرفیت آدمام طبیعتا داره دیگه، یعنی مثلا من این دوتا رو میبینم، میبینم که چقدر باحالن و چقدر خوبن و چقدر مثلا با جنبه، و برمیگرده احتمالاً به عشقی که به هم دیگه دارن و حالا رفاقت قدیمی که داشتن. من به شخصه چیز دیگه همیشه مؤدب بودم، کسی رو یادم نمیاد رنجونده باشم. از طرف کسی چی رنجیده شدی بابت این شوخی نابجا و اینا؟ نه، همونقدر که من خودم خیلی چیز نیستم، بقیه هم فکر میکنم که یه کمی میگن آقا این یوبسه ولش کن زیاد کار نداره. آره ولی نه، مشکل اینجوری پیش نیومد. بچه شما چی؟ مرز شوخی بینتون تا کجاست؟ مرزی نداره. مرزی نداره؟ نه جدی. شوخی خرکی؟ تا حالا کردیم با هم دیگه؟ به نظرم خیلی این شوخی نایس زیاد نکرد. قابل تعریف دارین؟ یکیشو تعریف کنین. قابل پخش دارین؟ شوخی قابل پخش. یه بوق طولانی بذار روشون. آها، ما یه دفعه دعوامون شد با مانی سر موزیک یه تئاتری بودیم، بعد مانی شروع کرد یه چیزی به من گفت، من یهو عصبانی شدم، خیلی بلند شروع کردم سرش داد زدن و داشتم همینجوری باش حرف میزدم و اینا، بعد همینجوری که داشتم بلند حرف میزدم یه چیزی شبیه کنترل برداشت بهم اینجوری کرد و من همونو صامت شدم. بعد گفتم بهی بهش گفتم بزن کنترل رو بزن، من گفت میزنم ولی آروم سو، گفتم باش، بعد با که به گفتم ببین مانی من با خندمون گرفتم. این تعریف قشنگه برای رفاقت. آره آره خیلی خوب وسط دعوا بامزه بود. آره خیلی خوب بود. ولی ما یه دفعه با یه رفیقی یه شوخی کردیم، تقصیر خودش نبود ولی بود، چون خیلی خورخور میکرد، واقعا نمیذاش بخوابیم، بعد هم این وریش میکردیم اون وریش میکردیم، بابا فایده نداشت. بعد یه شب که خیلی دیگه اون فقط خوابیده بود و بقیه ما همه بیدار بودیم، عجب کار بدی آتیشش زدیم. رفتیم اول یه دونه صندلی رو برای اینجوری که تاغباز خوابیده بود، یه صندلی رو برایشم آوردیم گذاشتیم یه جوری که پایه های صندلی صورتش رفت وسط پایه های صندلی، دهنش هم همیشه واز میمون. فلفل سیاه رو برداشتیم آروم ریختیم روی این چیز دندوناش این پایین. رفتیم زیر شست پاهاش دوتا شم روشن کردیم. ببینیم بدبخت جوف شست پاهاش سوخت، اومد بلند شکم و کلش کرد صندلی تا اومد به خودش بیاد فلفله دهنش رو سوزوند و بیچاره شد بنده خدا. رفاقت اینه پس. نه دیگه شوخی واقعا شوخی خرکی به این میگه. ما یه بار مشابه همچین چیزی رو تو شوخی های قابل پخشی کردیم توی چیز، من دانشگاه اهواز درس میخوندم، یه خونه دانشجویی داشتیم، یه دوست خوبی داشتیم به اسم علی روناسی، الان اسمش رو میگم، صد سلام از ندیدمش، امیدوارم خوب باشه هر جا که هست. اینم از اون بچه با ظرفیت با حالا بود، و یه روز ما فکر کنم 5 نفر بودیم توی خونه، بعد این فکر میکنم که 10 صبح کلاس داشت همچین چیزی، ما ساعت 5 ساعت ها رو چیز کردیم، همه رو بردیم جلو، ساعت خودش هر چیز از تو خونه بود، ساعت 5 رو کردیم ساعت 10، بعد خوابیده بود نصف سیبیلش رو زدیم و با نصف سیبیل و ساعت 5 بلندش کردیم که کلاس دیر شده 10 ساعت اونو که ای وای فلان، ساعت رفت دستشوی آینه کجاست، گفتیم آخ شکست ببخشید فلان، رفت با همون حال رفت ساعت مثلا 5 خورده صبح رفت دانشگاه، همه جا بسته چه خبره فلان صحبت ها، بعد هم یکی بهش گفت آقا نصف سیبیلت کو، برگشت بعد میدیدی قیافه رو دیگه یه زرد. آره خلاصه ما هم کردیم از این کارو. پیمان خدا رحمتشون کنه، تو بهزاد شکارچی اینا رو میشناختی؟ نه. اینا بچه های پانتومین بودن، فوت شدن بنده خدا. شدن چند تا؟ چند نفر بودن؟ بهزاد شکارچی بود، یکی دو تا دیگه از بچه‌ها بودن، اینا شاگردای پانتومین بودن با استاد سیروس شاملو. و اینا هم خیلی شوخیای جذاب و درجه یکی طراحی می‌کردن. یه شب گفتن، یکیشون گفت من بلدم روح احضار کنم. بعد یه آدم ترسوی رو برداشتن آوردن، ما همه اتاقو تاریک کردن، یکیشون رفت خودشو با آرد و اینا سفید کرد.
یه چادر سفید هم انداخت، بعد خونه تاریک و ما شروع کردیم آیا کسی در اینجا هست فلان. اولش داشت میخندید، یهو با چادر سفید و صورت سفید توی اون تاریکی مطلق یکیشون از در اومد تو. این پسر بنده خدا واقعا داشت سکته میکرد، یعنی اینقدر ترسیدیم که دیگه چراغ روشن کردیم. اینا هم خیلی بچه های خلاق. ما این کارو کردیم، خیلی طولانی تر شد و انقدر داستان کش دادیم که اون طرف چیز شد دیگه. یعنی مثلا ما اینو گذاشتیم که یه رفیقی داشتیم، خیلی بچه باحالی بود و چیزه، اونم این با جنبه ها و این چیزا گذاشتیم احضار اروا که انگوش میذاری نلبکی این ورون ور میره و همه فک فامیلامون بودن با چیزا و اینا و فکر کنم مثلا 7-8 نفره اینو سر کار گذاشتیم. اینا که گذاشتیم و این فکر کرد که مثلا یه نفر با انگشت تکون میده، ولی در حالی که هممون داشتیم این ور اونم که یه روح احضار کردیم، بهش گفتیم که این روح اینجا مرده، نمیدونم فلان بوده این صحبت های، گفتیم از روح خواهش میکنم یه علامتی بده. و پسرخاله من اونور قایم شده بود، همینجوری علامت های مخاطب سنگ میزد به شیشه فلان که رفت کنتور رو قطع کرد. آقا چیز شد دیگه، پسرت سکته میکرد، اول اومده بود با این حال که من اعتقاد ندارم به این چیزا، بعد آخر نشسته بود انگشتو تنهایی گذاشته رو نلبه که از روح خواهش میکنم بره، از روح خواهش میکنم بره. و بله تهش هم برنامه ما همین بود که اون پسر خالم که قایم شده بود و انواع اقسام بازی ها رو در برد سر صدا، اینا تهش چیز بود، قرار بود که اونم یه پارچه بنزه سرش بیاد و اینا، دیدیم که خیلی حالش بده، گفتیم که همجوری یه لگد بزن بیاد تو در و فلان صحبت، لگد زد اومد تو این قش کرد، برقش قش کرد دیگه، یعنی گفتیم کشتیمش دیگه، آب ریختیم و فلان صحبت رو بهش. آره این به حال بعد این داستانو یه قسمت یه فیلمنامه نوشتم برای سریال قدیم خانه ما که ساخته شد همینم. و پیمان جا متولد چه سالی هستی؟ 1345. ماشاءالله. اصلا این تشویق ماله اینه که چرا زنده ای؟ نه ماشاءالله. چقدر اصلا ماشاءالله بهت نمیاد؟ شکرت مرسی. آره به نظر 46 میام به من گفتن. آره گفتی سکانسی هست مد نظرت که توش رفاقت حالا اصلا دیده باشی توی فیلم دیگه ای؟ بله خیلی. چی؟ من چیز مثلا بوچ کسیدی و ساندنسکید اون فیلم محبوبم تو این داستانه همین رفاقتی و این ماجره ها و یه سکانسی بود که سفارش دادم اینجا بهتون. آره. اون چیزه. بریم ببینیم سکانس مورد علاقه پیمان عزیز. من ممکنه گریه کنم با دیدن این زایه؟ نه نداره. سلام. نایدی فیلم رو؟ نه با اون شخص با دقت نایدم. ایتیه این دیگه تعریف خیلی چیزی بود. فیلم رو دیده باشید که الان این سکانس براتون معنی داشته باشه دیگه، ولی شاید الان که دارم فکر می‌کنم آره این اون ایتی که حالا برای کسایی که دیدن واقعا یه جور نماد معصومیتی بود، من یاد حیوانا میندازم شاید به اونم مربوط بشه دیگه. چرا صدا نورمن ویزون گوشت؟ آره انتقام و اینا صدا خوب نبود. آره انگار شوخی می‌کرد دم خدافظی. آره اصلا احساس خاصی به دست ندار مواظب خودت صفای تو. خیلی خوب
چه خبره؟ مشتاقیم که بذار جمع و سه نفرش کنیم دیگه. متوجه هم شدیم که مهمون پیمان عزیز که مهمون عزیز ما هم هست کیه دیگه. صحبت از رفاقت فامیلی و خانوادگی و اینا شد و اسم این دو برادر همواره در کنار هم به نیکی برده شده. خانم آقایان بریم به استقبال آقای مهراب قاسم خانی. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. سلام علیکم مهراب عزیز، قربونتون برم. خیلی خوش اومدی. مرسی. چه حالی داد با موسیقی آدمو استقبال. همین بعد با موسیقی وارد شد همه جا. دیگه بدون موسیقی خونه نمیرم. خوبی؟ قربون شما. خوش اومدی. خیلی ممنون. ممنون از دعوت. مهراب جون چه تیشرت با عشقی تنته؟ و چه آویز با عشق داری؟ سوپرمن دوست داری؟ سوپرمن دوست دارم. یکم همچین. یه ذره دوستش داری؟ آره. لو ندم دیگه بذار. چیز کمدشو باید ببینیم. آیا آبروریزیه؟ فکر می‌کنی کمد بچه 12 ساله است ولی چند روز پیش که گفتم بیا اینجا هیچ لباسی نداشتم. هیچ جام که باز نیست چیزی بخرم. من کلاً لباس رسمی ندارم در زندگیم، کت نپوشم. نه ولی با آخه من یادم بعدم یه آویز سوپرمن هم هست آخه. دیدم دیگه مثل که نه من پاهم لاغره، بعد بالاتنم چاقه، بعد کت و اینا نپوشم شبیه آب نبات میشم. دیگه همینا رو داشتم دیگه، ولی اینو نه خیلی هم باحاله. من گفتم خیلی با عشق. مخلص. مهراب جان چه می‌کنی با اوضاع و احوال از پیمان عزیز سوال کردم. گفتم میگن اوضاع دست خودمون نیست، احوال میتونه ولی دست خودمون باشه. آره اتفاقی که واسه همه این بیماریه خیلی چیز غریبی بود. یعنی آدم همه چیو پیشبینی میکرد غیر از یک همچین اتفاق. یعنی زامبیا میومدن کاملا قابل باورتر بود تا یه همچین چیز. اقلا فیلمشو قبلا دیده. آره. آمادگیشو آره خیلی دیده. خیلی غیر منتظره بود و خب خیلی اتفاقی بعد افتاد. از نظر مالی خیلی آسیب دیدیم، از نظر روحی خیلی آسیب دیدیم. من شخصا مدل زندگیم خیلی فرقی نکرد. منم اصولا همیشه تو قرنطینم، تو خونم همیشه، خیلی جایی نمیرم از خونه بیرون. من یه موقع میشه مثلا یه هفته پامو از خونه بیرون نمیذارم. واسه همین از این نظر خیلی واسه من فرق نکرد. ولی خب اولش فکر میکردم آسونه، هی که طولانی تر شد هی داره فشار میاد کم کم. هی نزدیکتر داره میشه انگار بیماری. آره، دیگه هی اطرافیان دیگه دارم سعی میکنم با اون چیزایی که بغل دستم هست بیشتر خوش بگذرونم، بیشتر از اون چیزایی که دارم لذت ببرم و امیدوارم تموم شه زود. احساس ماهیایی رو پیدا کردیم که یه لحظه از آب آوردنشون بیرون. من نهنگم البته. نهنگی؟ نه ولی واقعا ماهی کوچیکه. میدونی تو آدم از تنهاییش لذت میبرد چون میدونست هر وقت بخواد میتونه بره با دوستاش معاشرت، محدودیتی نداشت. الان ولی بابا الان من یه هفته است نمیدونستم پیرن از کجا باید بخرم. هیچ ایده‌ای نداشتم چیکار باید بکنم. خرید آنلاین هم بلد نیستم کلا. پیمان هم گفت گوشه‌گیر رو دوست داشته مثلا بیشتر تو عالم خودش باشه. تو هم همینطور. برادرم که هستین اولین شکلی نبودی تو ولی نه؟ من آره من یک تایمی البته منم حالا کوچیک‌تر که بودم منم مثلا اهل تو کوچه فلانه نبودم. منم تو دوران دبیرستان ولی اینم که یکم اجتماعی شده بود من خیلی بدتر شدم. آره این رفیق آره. رفیق باز آره. بود اون موقع با آره. من آره. یه دوره دبیرستان خیلی زهرماری داشتم. یعنی که آره. آدم قابل تحمل نبودم و شلوغ و شر و فلان دعوایی. نگم برات چند سال بذار نگم چند سال تفاوت سنی من 5 سال کوچکترم. 5 سال کوچکتر. یه چیز با مزه بهتون بگم. چیز من
یه مدرسه میرفتم که خیلی سوسولی بود و این ماجراها و چیزه، همکلاسام خیلی بچهای درسخون نابغه خوبی بودن و چیزه، همکلاسه اینم یه مش لات و اوباش و خیلی بچهای باحالی بودن واقعا. همین الان ما گروه 4 5 نفره بودیم که هیچ وقت جمع نمراتمون به 10 نمیرسید، یعنی یه امتحان میدادیم مثلا هممون رو هم 5 میشدیم دیگه. بعد چیز دیگه، پدر مادر من همیشه خیلی لذت میبردن دوستای من که میومدن خونه، بعد دوستای این که میومدن چیز دیگه از لذت که میومد سلام چطوری میرفتن یخچال، بعد چیز پدر مادر من شاکی بود اصلا این رفقاتو یاد بگیر چه جوری رفقای پیمانو نگاه کن چه شکلی. آره من دوست داشتم که بابام تو روش میگفت نه یاد دیگه خونمون و انقدر بی شعور بود باز میومد نمیفهمید. آره ولی منم هی به مرور کم کم این دایره هی کوچیکتر شد، هی آدمای کمتری شدن و راحتم. منم خانواده دوست دارم، دلم میخواد برحال مال سنم هست دیگه، این هم هست. آره دیگه، من هفته دیگه میرم تو 50 سال. ماشاءالله. دست زدن نداره واقعا. آره تسلیت باید بگید. ولی جالبه نیم قرن. آره خیلیه، حالا نگو دیگه. نیم قرنته. آقا من اینو میزنن دلم میخواد با برج مراقبت حرف بزنم، شما این حسو نداری؟ آخه خیلی من آخه همه بعضی وقتا با بچه‌ها و دوستان که اینجا هستن صبح مطرح میشه، خیلی جالبه امسال تموم میشه این قرن و وارد یه قرن جدید میشه. آره به نظر سال معمولی مثل همه عیدای دیگه و سالای دیگه میاد، ولی ما میتونیم بگیم این است که همه چی دیدیم، یعنی حالا دیگه حتی میتونیم بگه اگه تا آخر این سال زنده بمونم قرن این قرنم قرن بعدم دیدم ان شاء الله. نیم قرن دیگه هم اضافه همینجوری بری پیمان عزیزم هم چه میشه کرد، یعنی با همون جوری که بودیم از همینجا اسباب کشی کنیم بریم تو قرن جدید، یا اینکه یه تغییراتی بدیم چیکار کنیم؟ من واقعا من سر این کرونا چیزم دیگه، هی عین فیلمای هیجان انگیز شد دیگه، هی خبرای واکسن رو میخونم بعد مثلا صحبت از اینه که از عید فلان اینا، فکر می‌کنم تا عید میکشم مثلا تا عید دووم میارم میشه نگیرم ان شاء الله. ان شاء الله که سال با پیمان رفاقت ندارم باشم. نداری؟ ریختشو نمیخوام ببینم. امکان ندارم. پیمان یه دوره‌ای که من کوچولوتر بودم رابطه‌مون اینجوری بود که من این خیلی الگون بود، بعد این منو آدم حساب نمی‌کرد. بعد آره رابطه این شکلی بود کاملا. نه دوستم داشته ولی میدونم ولی چیزه مرض هم داشت کلا. ولی آره واقعا من همه تلاشم رو میکردم که شبیه این باشم، یعنی پشت سر این به هرچی علاقمند میشد منم باید وظیفم بود به همون علاقمند بشم. یه سری مرضام داشت که مثلا سه چیزشو نده به من بی خودی، بعدنم میفهمدم مثلا واسه خودش هم مهم نبود، فقط مثلا دوتا کتاب داشت که خیلی شبیه هم بودن، دفعش گفتم یادش نمیومد، دوتا کتاب کمیک بودن که خیلی شبیه هم بودن، جلد یک و دو بودن، یکیشو میذاشت ببینم و من خیلی دلم میخواست ببینم بقیهشون تو چیه، اون یکی رو نمیذاشت. آره اونو نبذار قسم میگم رئیس کیه. بعد مثلا بعد منم آره واسهش دست میزنید الان برای تو دلشون سوخت. یه قدی کمدی هم داشت که قفلم نداشت ولی گفته دست نزن منم دست نمیزدم دیگه. مثلا یه مقداری بزرگتر شدم خیلی دیگه جسارت کردم دیگه، رفتم کمد رو باز کردم اونو تون تون باز کردم هیچی نبود، هم میزه هیچ فرقی نداشت اصلا، فقط مرضش بود. ولی نه مثلا رسیدم به یک سنی که دیگه فکر کنم شده بود مثلا 18 19 سالم، هی شروع کردیم دوباره از اول انگار چیز شد و فاصله اون موقع دیگه کم میشه دیگه، چون 5 سال هم که تفاوت زیادی نیست. بله گفتم آره چیزی خودشو خیلی بله، نشون میده ولی وقتی چیزه من کماکان هنوز مدل الگو برام دیگه، علاوه بر این که بهترین دوستم دیگه بهترشو نداشتم دم دست همین بود، ولی آره واقعا من تو این کاری منو میشناسم، من آدم حرف گوش کنی هم نیستم مثلا، نه تو کار نه تو رابطه هنوزم دعواییه و چیزه، دوست ندارم کسی بهم بگه چی کار کن چی کار نکن فلان، ولی واسه خودم یک قانون دارم که هر چی پیمان بگه میگم باشه، هر چی دوست داشته باشم نداشته باشم فرقی نداره. اینو من دست بزنم برات جالب. آره یعنی یک نفره که اجازه داره به من بگه خفه شو و من خفه شم، اجازه داره بگه این کارو بکن من بگم، یعنی من اگه چه میدونم بهترین پیشنهاد کاری هم داشته باشم و به پیمان بگم بگه نرو میگم باشه، یعنی یک لحظه فکر نمیکنم. عاشقتم داشت و که
خوشحالم از این، یعنی یه نفری رو دارم که میگم اوکی دیگه این رئیسه. چه خوب. آره. چیزه این ماجرا برمیگرده به این که موقعی که مهراب به دنیا اومد و حالا مثلا چی شد، پدر مادر من تصمیم گرفتن یه سیاستی رو چیز کنن در واقع انجام بدن نسبت به ماها که مثلا من حسودیم نشه به چیز، به بچه جدیدی که اومده، و گفتن که ما سعی میکنیم که جلوی چیز، جلوی حالا اینو بعدا برام تعریف کن، جلوی پیمان خیلی مهراب و محل نذاریم، و انگار اینو خیلی خوب رفتن جلو، به خاطر اینکه من همینجوری نگران این بودم، یعنی من انگار بهش میگفتم آقا این شیر میخواد مثلا ولش کن ما باید چیه، و هی بزرگتر شو من نگران بودم چیز این دستشو نگرفتید گم میشه ها، میگفتن نه بابا ولش کن، برای همین شکلی شد که من همینجوری نگران این موندم و موندم، یعنی همین الان مثلا چیز دیگه، الان که این 50 سالش، من 55 سالمه، این شکلی که مثلا دیر بیاد خونه، نمیدونم یه کاری بکنه، دیر ازش خبر داده بشم، نگران میشم زنگ میزنم این ور اون ور که چیز کو، و آره پدر مادر عزیز نکنید این کار، خیلی باحال نیست. آره برحال این فکر میکنم، ولی واقعا این هستش که میخوام بگم ما خانواده خوبی داشتیم، همون چیزی که بهت گفتم که مثلا حالا اعضای خاله ها و فلان این صحبت ها، و این جو دوستی همیشه بود توش و کمک کردن پدر مادر که این اتفاق بیفته و نزدیک باشیم ما به هم دیگه. اون بچه پشتوانه و مثل یک برادر، یعنی در واقع پشتت گرم به این برادر بزرگترت، خدا انشالله حفظتون کنه برای همدیگه. این نقش رو داره پیمان در زندگی تو به عنوان برادرت ایفا میکنه. تو برای قیصر و فرمون و ایناست ماجرا. تو براش داری چه نقشی رو ایفا میکنی؟ اذیتش میکنم. این نه این همونه. این ببخشید من باید بگم این چیزه، یه موقع بهش میگم که یه جوری تو با من رفتار میکنه انگار من خواهر کوچیکتم، برادرم نه. یعنی این شکلی مثلا رگ غیرتی میزنه بالای یه جاهایی و نمیدونم یه داستانه. آره من روش غیرتیم، یعنی کسی راجبش نمیتونه حرف بزنه. آره برای همین چیز دیگه نمیتونه بد نگاه کنه مثلا، نمیتونم، تحمل ندارم واقعا. آره ناموسم. آره. همیشه با هم دیگه کار. چقدر قشنگه. ببین خیلی بامزه است. من لو بدم دیگه، مثلا از من یه سری میخواستن بپرسن با بچه های این برنامه با من در ارتباط بودن که برای انتخاب مثلا موسیقی که پیمان دوست داره، برای انتخاب فیلمی که دوست داره، برای هر چیزی، و من میدونستم همه رو، چه سکانسی رو دوست داره میدونستم، یعنی من اصلا به خودش زنگ زدم نگفتن، نپرسم چه سکانسی رو دوست داری، گفتم این یا این، کدومشون دونستم، یکی از این دو تاست و یکی از همون دو تا بود. و ما یه موقع تلفن میزنیم به هم و دو ساعت حرف داریم مزخرف به هم و حرف میزنیم راجبه همه چی حرف میزنیم و کاری داریم در واقع که قطع میکنیم دیگه، مجبوریم بریم که قطع میکنیم. آره فیلم تعریف میکنیم. آره، برام آره، فیلم که دوتامون دیدیم هم دوباره برام تعریف میکنیم. و این بامزه است دیگه، مثلا من یه فیلمی رو میبینم که میدونم مثلا این ندیده، دارم میبینمش، میدونم از این سکانسش قراره خوشش بیاد، از این لحظه خوشش میاد، و برعکس این در مورد من کاملا میدونه که چه جوریه، یعنی پیش بینی میکنیم همدیگه رو توی ماجره. من چند وقت پیش یه سکانسی رو نوشته بود، همین مثلا هفته پیشا یه سکانسی رو نوشته بود، واسه کاری که داد من بخونم، همونجوری که داشتم میخوندم رسید به یه نقطه ایش که فکر کردم که بهش بگم که مثلا اینم بهش اضافه کنی به نظرم بامزه تر میشه، سه خط پایین تر همون بود، یعنی میدونستم که قراره این اتفاق بیفته کاملا. آره چقدر جالب. آره. تو هم این شناخت پیمان جان داری از مهراب؟ مهراب الان آره، قدیما یه ذره چیزه، یه ذره قابل پیش بینی نبود، یه زمانه یه کمی یاقی طور شده بود و اینا، یه کمی احساس میکنم نمیفهمش، ولی چیز شد، ولی آره الان به نظرم میاد توجه داشت، بزرگه رو میخواست. نه آره نه رفیقای دور و برم یک شکل دیگه بودن. رفیقات پوز داشت میدادی؟ من آره بابا، همیشه هنوز هم همینجوری هم. آره شکرتم بابا، داشت بزرگ داشتن یه حالیه باز خودش. ما با هم تو خیابون، حالا گفت من لوش بودم، ما با هم تو خیابون میرفتیم، از هر دوباره که میرفتیم یه بار دعوام میشد با مردم و دعواهای بد، یعنی که زخم و زیلی و لط و پار می اومدیم خونه، و من مادر دبیر و پدرم مثلا بازرس بانک بود و سربازرس، و خیلی دوتا محترم و جدی و یک تایمی ما دوتا اصلا نباید با هم ما رو می فرستادن. آره چیز شده بود، ولی چیزه من درست شدم این نشده هنوز،
این چسی... دعوا میکنه تو خیابون، باور کنید تو خیابون دعوا. نه دعوا الان بعد یه کاری میکنه با مردم یه جوری چیز مثلا دعواش میشه موقع رانندگی، فقط هم مرضش رانندگی و یهو میشناسنش میگن که آقای قاسم خیر شما توقع نداشتین، بعد تازه خجالت میکشه و یادش میفته. یعنی نگم این جمله رو چند بار شنیدم که آقای قاسم خانی از شما باید، بعد یهو یادم افتاد ای بابا امام باید حداقل از سنت خجالت بکشه. نه رانندگی مردم بده، کاش همه رو میخواد تربیت کنه موقع رانندگی. آره نه یعنی ولی واقعا به آدم فشار میاد. آره رانندگی عصبی میکنه آدمو. بعد حتما برای اون تایم های ترافیک برنامه سرگرمی تو ماشین برای خودت داشته باشی، وگرنه من از اول که رانندگی شروع کردم به این نتیجه رسیدم که شل کن و من تا الان من تا الان مثلا چه میدونم مثلا 30 سال رانندگی میکنم، من تا الان ماشینو به جای حتی نمالیدم و توی رانندگی با کسی دوام نشده. یعنی ممکنه یه ذره شل نکنم یه ذره بکشم ولی را میدم به همه. آره بعد من بغل دست فشارم ناخونام میجوام تو رو خدا برو مثلا چی آره قشنگ اصلا رانندگی میکنی ما آخرین بار شمال رفتیم تمیز دیگه در واقع بین لاین. آره آخرین بار شمال رفتیم دخترم دیوانه شد، 9 ساعت طول کشید از تهران رفتیم شمال. چقدر آروم هیچ اتفاقی، یه بار واسه نهار خوردیم وسطش دیگه پشت خیلی ناراحت شده. نه ولی واقعا مثلا این درسته، این نمونه ارتباط اجتماعی ما با همدیگه است. جالبه از یه دری که میخواییم بریم 20 ثانیه معطل میشیم، آقا بفرمه، نه شما بفرمه، نه جان شما راه نداره اینا. ولی در راننده که کاملا برعکس این عمل میکنیم. این تضاده آره عجیبه واقعا. آره اینه تو همه چی میبینیم. مثلا من تا الان ممکنه خب به هر حال من زیاد میرم بیرون میرم، از مثلا مدل نیستم یه وقت جایی مثلا نرم نشناسن فلان حرفا اینا، هر جایی که لازم باشه برم میرم. قطعا خیلی ها هستن که مثلا منو دیدن و خوششون نمیاد ازم، مثلا حالشون هم به هم میخوره. من تا حالا توی این سالها یک برخورد غیر محترمانه ندیدم، هیچی، حتی در حد یک متلک. ولی میبینید تو فضای مجازی اینجوری نیست، طرف میاد بالا پایین جد آباد تو میچینه واسط و احتمالا خیلی از اونا رو من تو خیابون دیدم، اونجا این کارو نمیکنن. ولی آره انگار یه سری چیزا جمع میشه توی یک، مثلا همه چیزا تو زندگیش جمع شده تو رانندگی میتونه خالیش کنه چون دست فرمونش بهتره. مثلا فضای مجازی هم این شکلی الان دیگه، ماجرا اینه. خب این که یه جور به قول معروف انتقام و انتقام کشی، اگه هر کسی بخواد اینطوری فکر کنه که آره بس وای به حالمون دیگه. دریافتاتون به عنوان دو نویسنده، چون به هر حال حتما نگاهتون با بقیه فرق میکنه، از شرایط فعلی جامعه و ارتباطات آدم و با هم دیگه چجوریه؟ حالا شما به رانندگیش اشاره کردیم، در وجوه دیگه چجوریه؟ مطلوبه؟ ببین تو ممکنه از من خوشت نیاد، یعنی که این یک چیز به نظرم خیلی عادیه و خیلی و هیچ اشکالی تو نداره. تو ممکنه از من خوشت نیاد ولی من از تو خوشم میاد مثلا. حالا من ممکنه از تو خوشم نیاد واقعا، ولی خیلی فرقش هست با این که از تو بدم بیاد. این رو من خیلی نمیفهمم، این که من از تو خوشم نمیاد به هر دلیلی، مثلا کارتو دوست ندارم، رفتار من میتونم کارتو نبینم، میتونم باهات معاشرت نکنم و میتونم باز دیدمت هم باهات خوب برخورد بکنم چون قراره کم ببینمت، ولی این فرق داره با اینکه از تو بدم بیاد. ما این به نظرم این اتفاقه یه ذره اینجا ریخته به هم. چه فرقی میکنه؟ میدونی ما خیلی از کسی خوشش نمیاد پس بعدش آره، میاد. یا مثلا وقتی یه کاری اینکه متنفر باشم از تو نیست خوبه دیگه. ببین من نه اینکه دو نفر در واقع فکرشون شبیه هم نباشه ولی بتونن در کنار هم زندگی آره، کنن. آره میگم من آدم واسم خیلی دوست داشتنی نیست، جذاب نیست، هیجان انگیز نیست، علاقه ویژه بهش ندارم، کاری باش ندارم، ولی یهو وقتی ازت متنفر بشم شروع میکنم یک عملی رو انجام میدم توی رفتارم، توی گفتارم، پشت سرت. میدونی من اگه فقط از تو یکم خوشم نیاد نمیرم پشت سرش، چیزی ندارم بگم، نفرتی ندارم، نمیخوام ضربه‌ای به تو بزنم. واسه همینه من میگم این مرز اتفاق نمیفته. یه سری آدم ها مثلا از چه میدونم، باز همین من تو فضای مجازی رو میگم، یه سری آدم ها هستن که مثلا میبینی حمله میکنن بهشون، فوش میدن و تو نگاه میکنی آره آدم خیلی خوش اومده نیست ولی این فوشا رو نداره، یعنی این میزان خشمو نداره، مثلا دلیلی نداره، مثلا طرفی سر حرف میزنه واسه خودش، داره به خودش ضربه میزنه، اصلا داره به زندگی خودش آسیب میزنه، با تو کاری نداره.
چرا اینقدر ازش عصبانی که به خودش داره ضربه میزنه؟ این یک چیزه به نظرم، این یکم باید این از عدم شناخت نمیاد؟ به نظرم از عدم تربیت میاد و عدم شعور، ولی حالا نمیتونم چیزه. من یه چیزی بگم، به هر حال قبلن شرایطمون این نبود. من یه خیلی سال پیش یه چیزی نوشته بودم به اسم نان و عشق و موتور هزار، نمیدونم دیدید بله. یا نه فیلم آقای داوودی ساخت. بله بله. نصفشون به دنیا نیومده بودن. توی اون فیلم چیز دو تا آدم از دو تا جناح مختلف بودن که تهش اینه که با هم بد بودن، کتککاری میکنن، یه کاری میکنن ماجراها، و آخرش یه جوری با هم دوست شدن در مقابل یه فرض کن دشمن مشترکی که چیز بود. و اون موقع راستش رو بگم من به این اعتقاد داشتم و فکر میکردم که میتونیم با هم حرف بزنیم بدون اینکه با هم عقیده باشیم و اینا. تو سالهای اخیر یه شکاف ترسناکی به وجود اومده توی جامعه به هر حال، و دو تا گروه هستن که واقعا دوست دارن سر به تن هم نباشه. یعنی مثلا من الان که حالا تو میگی تو به عنوان مثلا نویسنده چه نمودی توی کارات داشته، الان میخوام بگم که الان من اون روحیه دوره نان و عشق و موتور هزار رو ندارم. یعنی که الان تو جامعه این تحمل رو، این مدارا رو نمیبینم اصلا. این که مثلا این دوره نان و عشق و موتور هزار اون دوتا با هم حرف بزنن، نه الان واقعا اگه همچین فیلم باشه فکرم ترشون دوتا هم دیگر مثلا سر ببرن. میدونی شرایط متفاوتیه و حالا نمیدونم چی ما رو رسونده به اینجا، ولی به خاطر همین الان من به شخصه میرم طرف کمدیای نوشتن کمدیایی که حرف خاصی نداشته باشه. میدونی یعنی که چون نه زیاد میشه حرف زد، شرایط به هر حال عوض شده، چه میدونم چیزی مثل مارمولک یا مکس و اینا رو اون موقع میشد نوشت، الان اصلا بهش نمیتونی فکر کنی. در نتیجه میری به سمت حالا یه جنس کمدیایی که نمیخوام بگم بی خاصیت چون به هر حال دوستشون دارم، ولی یه جنس کمدیه که لزومن چیز نیست، حرفی پشتش نیست و سرگرم کننده است فقط. میری به مثلا برحال دیگه همه هم میدونیم که شرایط چه شکلیه و کدوم برفتیم، و امیدوارم که بهبود پیدا کنه. یعنی جدا کرونا بدترین اتفاقی نیست که الان توی جامعه ما هست. بله ما قبل از کرونا یه سری بیماری‌های خیلی مزمن و پنهان دیگه‌ای بله بله داشتیم و کماکان هم داریم. به استان سمنان اگر تشریف ببرین و به زیارت مقبره شیخ ابوالحسن خرقانی، اون بالای سردر یک جمله جذابی نوشته شده. بله بله. و به نظرم خیلی مرام جذابیه. نوشته شده هر که از در این، چون اونجا محل زندگی شیخ ابوالحسن خرقانی بوده و ایشون هم استطاعت مالی داشتن، سفره‌دار بودن، آدمای زیادی به هر حال به منزلشون رفت و آمد می‌کردن. بالای سردر اونجا نوشته هر که از در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که برای او به جانی ارزد بر خان ابوالحسن به نانی نیرزد. این خیلی مرام قشنگیه، جذاب، متشکرم. این رو برای این دست رو برای شیخ ابوالحسن خرقانی باید در واقع زد و زده شد که یه همچین تفکری داره. با یه همچین تفکری آیا ما تصمیم گیرنده وجود و عدم وجود هم دیگه هستیم؟ نه، همونطور که من هستم اونم هست دیگه. اگر من این اکسیژن رو دارم مصرف کنم اونم داره مصرف. پس حالا که هم اون هست و هم من هستم و این بودن ما در اراده هم دیگه نبوده، چه جوری، چه لزومی میتونه پیدا بشه که ما از وجود یه نفر خوشمون نیاد اصلا؟ ببخشی جوابش به جهنمه دیگه، که تو از کسی خوشت نمیاد یا از کسی، به خاطر اینکه بودن یا نبودن اون که ربطی به اینکه من ازش خوشم بیاد یا خوشم نیاد نداره. اون هست و چه بسا در این گردونه آفرینش به مراتب مرتبه بالاتر از من داشته باشه. من از کجا اینو میدونم؟ نمیدونم که. به خاطر همین میگم عدم شناخت. شاید واقعا به قول تو پیمان جان اگر بشینیم با هم حرف بزنیم یهو تمام اون نقاط تاریک هم روشن بشه. حتما. شاید از دل خیلی از دعواها و اختلافات و اینا رفاقتای
سنگین و جذاب زده بیرون. بله بله. حریفایی که تو حرف نمیزنیم با هم. همین نکته اینه که الان مجالی برای حرف زدن نیست. یعنی همه سه کلمه که حرف میزنن ماجرا توی دعوا و این چیزا میره. بله میگم خیلی ما خیلی سالا مثلا توی تلویزیون که کار میکردیم قطعا یک اختلاف سلیقه خیلی جدی با مدیران وجود داشت و من فقط اسمشو میذارم واقعا اختلاف سلیقه و ما اتفاقا خیلی رابطه خوبی داشتیم. اونا میدونستن که واقعا مثلا هیچی از سلیقه ما رو دوست ندارن و بالعکس و ما یک سری جلسات طولانی داشتیم که میشستیم با هم چک و چونه میزدیم، بحث میکردیم، یه جایت صدا و میرفت بالا، ولی در یک جهت بود، یعنی که در جهت این بود که ما میخوایم یک برنامه تولید کنیم که مردم خوششون بیاد و باید این برنامه تولید بشه. ما میدونستیم که از طریق اینها فقط این برنامه امکان داره تولید بشه، اونها میدونستن که ما این توانایی رو داریم که این برنامه رو تولید بکنیم. یک هدف مشترکی وجود داشت که به هر حال سرش به یک تعامل میرسیدیم، میدادیم میگرفتیم میگرفت، در نهایت یک اتفاق میافتاد که نفعش هم برای همه بود. میدونید در نتیجه این اختلاف سلیقه تبدیل به دشمنی نمیشد بین ما، واقعا در حد اختلاف سلیقه میمون. بعدش هم که میومدیم بیرون برنامه ساخته میشد همین اختلاف سلیقه وجود داشت، ولی جزو دوستان میدونستم، من خیلی از اونا رو جزو دوستان میدونستم، میشناسیشون خیلی، مثلا امثال آقای پور محمدی. این اتفاق هی داره کمتر میشه، یعنی ماجرا اینه که الان داره به این شکل میرسه که مهم نیست که تو حتی اگر طبق سلیقه ما کار بکنی، چون طبق سلیقه ما فکر نمی کنی نباش. در نتیجه به جهنم که تو گفتی، توی یه همچین شرایطی یک طرفی اتفاقا ممکنه جلوی بودن تو رو بگیره. یعنی تو توی این شرایط یه ذره عادلانه نیست، میدونی؟ بودن رو که اون نداده، اون یک جلوی یک وجه رو میتونه بگیره، بله. ولی از جلوی وجوه دیگه تو، جلوی تفکر تو، اندیشه تو، بالندگی تو که نمیتونه بگیره. یه وقتی دی تونه سالا میتونه، چرا نمیتونه؟ نه به زورش زیاد باشه. من روزگاری برای تلویزیون اجرای برنامه میکردم از سال 77. من تقریبا دو سال اکسیژن، بله اکسیژن، دو سال برای تلویزیون دو سری برنامه اکسیژن و آب رو اجرا کردم و یک سال خدا رحمتش کنه با فریورز کیان یه برنامه زنده داشتم صبح به اسم برپا برپا و رنگ صبح. یه روز اومدم از بیام تو از حراست شبکه دو، گفتن آقا ببخشید، گفتم بفرمایید، گفتن شما نمیتونید برید تو. گفتم چرا؟ گفتم واحد تأمین نیروی انسانی نامه داده که ما به این افراد نیازی نداریم، اسم شما اینجا هست. آقا من دو ساله دارم اینجا کار میکنم، گروه کودک، نوجوان، اینا، برنامه زنده داشتم. گفتن اینجوری. گفتم میشه من آقای مدیر رو ببینم؟ گفتن چی کارش داری؟ گفتم ببینم دیگه، حالا به عنوان یه ارباب رجوع. خب میرم مشکل چیه؟ به هر حال منو اینجوری رها نکنین دیگه. یهو میان جلوی منو گرفتین، گفتم بفهمین بیرون. باش. زنگ زدم آقای مدیر محترم میشه چند لحظه شما رو ببینم؟ اومدم رفتم پیشش گفتم که اینجوری داستان. گفت بله دیگه. منطقیه. قانع شدی دیگه. دلیلش رو شما میدونین؟ گفت نه به مام گفتن. گفتم من ممنون کار بدی کردم؟ چیزی ازم در اومده؟ گفت نه گزارشی نبوده. گفتم خب پس مشکل چی؟ گفت اینجوری تشخیص اینطوری داده شده. داستان 6 سال اخیر ما دو تاست حالا. آره. تشخیص اینطوری داده شده. من 7 سال و نیمه. بعد گفتم هیچ گونه کمکی؟ گفت به هر حال شرمنده. گفتم من ممنول تصویر که نیستم. احیانا حالا میتونم ممنول کار، ولی تصویرم که مسئله نداره. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه یه وقت دیدی خدا خواست و ما رفتیم یه کاری بازی کردیم، سریالی چیزی. گفت من جای شما بودم این کارو نمی‌کردم. گفتم ببخشید برای چی؟ گفت به نظرم به پشتوانه و این تاریخ اجرای شما لطمه می‌خوره با این کار. استاد ناری ما رو اخراج می‌کنی، نگران رزومه‌مون هم هستی. این دیگه چیه؟
بچه خوب شد حرفشو گوش نکرد. اینو بگم، میخوام همونیه که واقعا بابا این حرف این قدیمی ها رو به خدا باید طلا کرد زد به دیوار. میگه خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اگر اون اتفاق اونجا بر من نیفتاده بود، خب من کماکان الان یکی از مجری پرسابقه شبکه دو چیزه. همونجا تموم شد اومدی این ور دیگه، یعنی اونجا ممنون کار شدی. اومدم شبت سبب خیرم بود دیگه در واقع یه جورایی. حالا اونو دیگه میگم مثلا همین دارم میگم، میگم پس بود و نبوده مهراب جون دست کسی نیست واقعا. ما خودمون بود و نبودمون اصلا به یه مو بنده. چجوری میتونیم در بود و نبوده کسی دیگه تاثیر بذاریم؟ حکمتش دره بسته شده، ز رحمته رو هنوز ما ندیدیم. آره نه، ز رحمتش اینه که اولا کاراتون رو به شدت استقبال میکنن، فکرتون رو دوست دارن، آدم های درخشان و جذاب و موفقی در این اجتماع هستیم و سهم بودن خودتون رو دارین به زیبایی ادا میکنین. حالا اگر کسی این دانش رو نداره که بدون از این نعمت باید چجوری استفاده بکنه، اون دیگه خدا انشاءالله هدایتش کنه. دوستان ما از مخاطبین همرفیق خواستیم که برامون یه سری ویدیو بفرستن و پیام‌های خودشون رو درباره رفاقت بگن. قراره به بهترینش حامی محترم مالی برنامه اپلیکیشن آب هدایایی رو تقدیم بکنه. بریم ببینیم. اسکار بهترین رفیق رو تقدیم میکنم به خدای خوبم. چرا؟ چون که همیشه و هر لحظه کنارم بوده، همیشه خوب منو میخواسته و من هر موقعی که ناراحت بودم میتونستم باهاش صحبت کنم. رفاقت گاهی اشکه گاهی خوبه، رفاقت گاهی از یه جنونه. اگه عشقی نبود فقط رفاقت میتونستش رو تو دنیا بیاره. رفیق حالا چه نیستش نمک بزنی، اصاره همسای نیستش که لک بزنی، دختر نیستش تشک بزنی. رفیق مقدسه بای چه لیزان رو بزنی. یه سری از رفیقا هم هستن حسرت اینو میخوری که چرا یه دونه رفیق کاش دوتا بودی. به نظر من ارزش قلب به عشقه، ارزش سخن به صداقتش، ارزش چشمم به پاکیشه، ارزش دوستم به وفاست. آقا به خدا این مردم خیلی باحالن، خدا وکیلی خیلی با احساسن، انصافن خیلی باحالن. من نمیدونم چرا از خیلی هم خودمون خلاق زیاد داریم. ها خیلی خلاق زیاد داریم، آدم یه سری استعداد جدیدی دارم. خیلی یکی از اصلا اساسی ترین خلاقیتام این طنز پردازی و این تنزی آره. در مورد مسائل خیلی جالبه. برای شما باید خیلی جالب باشه که درباره هر اتفاقی که حالا میفته جوکش اول در میاد. خیلی با مزه. آره آره زلزله ترکیه که اتفاق افتاد، من دختر داییم و پسر خالم با هم ازدواج کردن، تو استانبول زندگی میکنن. زلزله که اتفاق افتاد، نه ببخشید زلزله یک شلوغی شد که داشت انقلاب میشد تو ترکیه. آره کودتایی که آره هم آره اون کودتاه. ما توی این گروه خانواده که داریم که مسیج دادیم که چه خبره اونجا و نمیدونستن چه خبره، اون دوتا اونجا نمیدونستن و من جوکاشونو واسه شون میفرستدم. ما اینجا جوکاشونو واسه شون خودمون ساخته بودیم، اونا اونجا تو استانبول خبر نداشتن. ببخش من یه چیزی یادم افتاد، میخوام آبره تو رو ببرم، خجالت بکشه اشکال نداره. بچه ها خیلی زحمت کشیده بودن، اون عزیزی رو که دعوت کرده بودن میخواستن تو رو سورپرایز کنن که فلود کلید دار زدن. استاد پریا بودن و تو اصلا من اون پشت داشتم نگات میکردم هی میخندیدم که نشنا شوخی میکنی. خیلی برادرم دیده بودمش. بله بله آقای سینا زوکایی. بله بله اصلا گشتن پیدا کردن که تو رو سورپرایز کنم و تو داشتی نگم مثل چی نگاه میکردی، ولی آره مثل بوق داشتی نگاه میکردی. من میتونی ازش معذرت بخوای سینای عزیز؟ من معذرت، واقعا من حافظه
چهرم هر چقدر خرابه حافظه اسمم هم همونقدر خرابه، یه ذرم خراب کرد چیزه. من در حد آبروریزی حافظه ندارم، بعد تو این شکلی میشه ماجرام که میرم بعد مردم مثلا سلام علیک میکنن با من و من نمیدونم که مثلا دوستم هستن یا مثلا منو میشناسن سلام علیک میکنن، در نتیجه با همه یه جوری گرم سلام علیک میکنم تا ته که دیگه مثلا طرف بگه وای این چقدر مثلا خوبه فلان. بعد مثلا من واقعا کسی رو با دوستام عوضی گرفتم و بعد آخرش طرف فهمیدم که مثلا همینجوری محبت داشته اومده جلو اینا. این اندازه سینا خیلی ببخشید مثلا خنک شدم ببخشید. نقش خوب مهراب رو در زندگی پیمان همین الان دیدم. آره حواسش هست به یه چیزایی با من دیگه. آره بابا تذکر میده به من چیز دیگه، میگم چیز بزرگتره انگار اینه. میاد دعوا میکنه منو که چرا اسپری نمیزنی مثلا به دستت، چرا مواظب بعد دعوا میکنه قشنگ بعد با من زاست دیگه خلاص. آره این اصلا کرونا رو جدی نگرفته بودم، به گفت گرفتم دیگه، گرفتم خوب شد دیگه. نه جدی جدی میگیرم قطعاً، بعد جدی گرفت. باشه بریم پس سراغ بخت و بخت بخته. آره بریم سراغ بخته امشبمون و بخش ریخ تو پاش برنامه. آقای عرب بفرمایید. جناب آقای عرب نماینده فکر دارن میرن آبر بودن فکر دارن. جناب آقای عرب نماینده محترم اپلیکیشن آب هستن، بفرمایید. زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت برادران باستانپانی عزیز، جناب حسینی عزیز، تماشاگران محترم و بینندگان عزیز. بله خیلی متشکریم که ویدیوهای خودتون رو منتشر میکنید. میتونید با هشتگ هم رفیق من ویدیوهای خودتون رو در اینستاگرام منتشر بکنید. ویدیوهای منتخب در اپلیکیشن آب قرار میگیره و از طریق گزینه هم رفیق در اپلیکیشن آب میتونید در نظرسنجی ویدیو مردمی شرکت بکنید. ویدیویی که با رأی مردم بالاترین رأی رو میاره از طرف اپلیکیشن آب 20 میلیون تومان بهشون اهدا. من دیگه خودم هیچی نمیگم، فقط درباره فقط نظر مهمونا رو میپرسم. 20 میلیون چطوره؟ جایزه خوبیه؟ من راضیم. به من برسه که آره خوشحال میشم. بقیه هم بدن. خوشحال میشم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. دست شما. خب حالا پیمان جان یه عددی رو محبت می‌کنی بگی بین مثلا بینه؟ یک تا 150 61 مهراب جان شما 85. خب الان ترکیب این دو عدد چه عددی میتونه در بیاره؟ چقدره؟ 61 و 85. 61 بودی؟ 146. 146 دوستان 146. سلام دوست عزیز، چه عجب بالاخره یه دفعه قوره به اون بالا مالا ها افتاد. خوبی؟ سلام. اسم شریفتون؟ نوید نادریان. نه آقای نوید نادری. نادریان. آقای نوید نادریان یه دست خوشگل به افتخار آقای نوید نادریان بده. آقای عرب یه شانس خیلی قابل تقسیم به ایشون اومد بفرمایید. حتما الان یک هدیه خدمتشون تقدیم خواهیم کرد. خواهش می‌کنم بفرمایید. من فقط عرض بکنم که اپلیکیشن آب به عنوان پرکاربردترین، امن‌ترین و رتبه یک پرداخت کشور با اختلاف نسبت به سایر اپلیکیشن‌ها شناخته میشه و همین عوامل باعث شده که بیش از 40 میلیون کاربر ما در سراسر کشور داشته باشیم که به اپلیکیشن آب اعتماد دارن و دارن استفاده میکنن. معلومه داریم پشت سرتون حرف میزنیم. نه 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 خدا شکر تعریف بود بگیر. خب میگفتید و پیشنهاد میکنم که به مردم عزیز که اپلیکیشن آب رو از 733 داتا یار دانلود بکنن و به این خانواده 40 میلیونی بپیوندن، چون که تا دقایقی دیگر میخوام یک اتفاق خیلی هیجان انگیز رو خدمتشون اعلام بکنم. یکی از سرویس هایی که روی اپلیکیشن ها به آسون ترین و راحت ترین شکل ممکن میتونید استفاده کنید خرید شارژه، چه برای خودتون چه برای سایر سیم کارت ها و دوستانی که دارید. تمامی بسته ها همه اپراتورها رو پوشش میده، اما خبر جذابه اینه جناب حسینی عزیز که اگر مردم عزیزمون تا پایان سال 1399 همین زمان کوتاهی که مونده از اپلیکیشن ها شارژ خریداری کنن، ما وارد یک قرن جدید میشیم. چه خرید بکنن چه نکنن فرقی نمیکنه، ولی اگر تا پایان سال شارژ خریداری کنن ما اسمشو گذاشتیم جایزه قرن. میخوایم به 3 نفر از عزیزان 10 سال مکالمه رایگان هدیه بدیم.
ده سال. یعنی از سال 1400 تا سال 1410 مکالمه رایگان از اپلیکیشن آب دریافت میکنن. یعنی تا 1410 با آب. داخلی و خارجی. مخ اطرافیانش داخلی و خارجی. متوجه. داخلی و خارجی. داخلی و خارجی. الان صدام بهتر شد. داخلی و خارجی منظورتون چیه؟ تماس خارجی هم میگیرن دیگه. بله هر تماس میگی شاید نمیخواست. هر جا دوست داشتن زنگ بزنن. صحبت کنن با همه جا. الان معمولا با واتساپ میزنن دیگه خیلی بزنن. پوزشو نده. خیلی خوب، خیلی هم عالی. اون آقا سرپا. و این دوست عزیزمون به خاطر اینکه بتونم با خانوادم خیلی شیر بکنن قضیه رو، ایشون هم از طرف اپلیکیشن آب یک سال مکالمه رایگان ما تقدیمشون میکنیم. یک سال مکالمه رایگان. یک سال مکالمه رایگان بیشتر دوست داریه یک سال اینترنت رایگان؟ اینترنت فکر کنم بیشتر به کارم بیاد. آه. صحبت زیاد نمی کنم؟ مثل که نمی کنم. صحبت نمی کنم. ایشون قبلا صحبتاشونو کرد. الان فکر کنم عکس و اینا میخوان رد و بدل کنن. باشه ما یک سال اینترنت رایگان به ایشون تقدیم میکنم. بهتر شد. بله بله من. آره. برای دو بزرگوار عزیزمون چی؟ خواهش میکنم. هنرمندان عزیزمون اصلا فقط بینندگان عزیز یادشون نره تا آخر سال شارژ رو بخرید که 10 سال مکالمه رایگان رو برنده بشید. بله برای دو بزرگوار. و دوستان هنرمند دو ما یک هدیه ناقابلی براتون در نظر گرفتیم از طرف اپلیکیشن ها به صورت یادگاری واقعا با قابل شما دوستان عزیز رو نداره. با توجه به سرچ هایی که ما کردیم این هدیه رو تقدیمشون میکنیم. بسیار عالی. امیدوارم که همیشه تصاویر خیلی خوبی تو زندگیشون ببینن. پس بریم ببینیم. خواهش میکنم. فکر کنم دوتا تلویزیون داریم. متشکرم. آقای قاسم خانی من نمیتونم باز نکنم. آره همون میگن. آره من ببخشید دیگه. من بگو چیه. من شما حرف بزنید من مزاحمتون نمیشم. این غیبت کرد ولی ما نبودیم. خب چی بود حالا بگید. نمیشه واقعا. نمیشه. نه خیلی حرفای زشتی میزنید. گفت تصاویر خوب به حشد برات یه آلبوم خریده عکس خوب. اوه این قدشو نشون ببین چیه. آه این ورش که نکنه کارو. نگو نمیام. نه چیه؟ چیه؟ VR به به برم تو خونه تو در دیوار پلی استیشنه؟ این خیلی چیزه بدم VR آها اینکه به به آفرین مرسی خیلی شدیم. مال منم همینه؟ بله برای شما هم همینه. عینکش با دوربینش میشه بازش کنی؟ چون ما اونو بازش کردیم. آره تا انتها میشه بذاری سرت؟ حرف بزنید شما. به خدا من اینجوری معذب میشم. نه شبا من میخواد بنده. نه خواهش میکنم. من میخواد بزنه من. نه ترس آه ها ببین. نه میخواستم. ببین. بهداشت اینا. این آبروی منو میبره همیشه. من معذرت میخوام به عنوان برادر بزرگتر. تو یه جایی ما سعی کردیم تربیت کنیم. آقا چقدر سخت بسته شده. میخواین منوالش هم بخونم. تو شیشون میدن. چون دوستان خیلی مثل که با PS4 رو اینا بازی میکنی اینا رو به صورت سه بعدی و اینا میتونن هم دوربینشو داره هم عینکشو میتونن سرگیجه میگیریم نه از همون آب کردین آقای عرب تو این مدت نه آقا ولی دفنش کردین آقا اون زیرا دفنش کردین آقا از آکبندی در اومد شاید میخواست یه ایده دیگه ای داشت اینه ولی دیگه نمیتونم بزنم به چشم بزن نمیشه من با این وام نمیتونم ولی اینا اصولا اینجوریه. ببینم امتحان نکردی اینا رو میری توی دنیای دیگه یعنی 360 درجه بالا پایین صحبت میری تو در بعد یادش بخیر تو برنامه دیدنی ها اون موقع ها که آقای جلال مقامی انشالله خدا حفظش کنه اجرا میکردن اون موقع اون سال تازه درست کرده بودن یه همچین چیزی رو نه بابا بود اون موقع آره اون موقع
داشت نشون میداد که در مثلا دنیای پیشرفته چیزه. اون موقع تکنولوژی سه بودی اینجوری یه سری عکسا بود که چشتو چپ میکردی سرب خیره میشدی بهش شاید آره. یه ذره میومد بیرون بعد تو یه هفته سردرد داشتی همه خیلی تبلیغاتی اون جعبه رو ببند میخوام این کارو بکنم نمیشه چیزه اول خیلی چیزه بعد بازی ترسناک با این میکنی زامبی میاد تو چشت یعنی یه چیز ناجوری هست من میذارم این پشت دیگه ممنونم آقای مبارکتون باشه مبارکتون بین دو برادر هیچ آواز یا ترانه خاطر انگیزی وجود داره که خیلی با هم صفا کنیم تقریبا همش یعنی هر چی من گوش میکنم این گوش میکنه و برعکس آره دیگه همون من سلیقه‌ام شد شبیه این دیگه حتی من یه دوره یکم باز همون دوره که یکم وحشی شدم یکم یه مدلای دیگه گوش میدادم یه ذره یه دوره هوی متال شد ولی آره ولی سلیقه‌مون پیره دیگه الان من مثلا چه میدونم یه افتخار میکردم به خودم که یک آرشیو موسیقی رو سالها جمع کرده بودم و بعد این اواخر هر کی از این پرسه نگاه میکنم بینم آخریاش که مثلا دیگه جمع کردم ولی 20 سال پیشه آره. بعد اونا واسه هم جدیدان آره. خودم ولی آره واسه هم هر چی باشه مال با هم تا حالا آواز خونیم یه چیزی نه من نمیخونم نمیخونی منم بهتره نخونم بهتره برای همه بهتره خب پس میخوام بشنویم اگه آهنگ خاطر انگیزتون قبلا گفتیم به بچه ها گفتم من گفتم آره بچه ها پخش کنیم آهنگ خاطر انگیز مرسی به این سلیقه ما بهترین خاطرات موسیقی اون سال 85 بود واقعا دقیقاً همین نمیدونم چرا ولی من واقعا برابر شماهایی که این دایر استریتس رو نمیشناسید من توصیه میکنم گوش کنید یه چیز بی‌نظیری هست نه واقعا 40 سال گذشته بچه‌های موسیقی جهان موسیقی از بعد از سال 2000 رو به یک اینجوری شد تا قبل از اون از جهان موسیقی از دهه 60 همینجوری اوج گرفت الان اینا رو هم نابود کردی حتی نه جهان با اینا یه اینجوری شد بده نه شد امثال اینا اومدن از وقتی که نه ولی دیگه واقعا اون بندای به اون بزرگی دیگه ظهور نکردن حالا ایشالا ظهور میکنن دیگه در مهراب عزیز پیمان عزیز امروز برای تو هدیه آورده خودت حدس میزنی چیه ببین چیزه من باز اینو بچه‌هاتون که تماس گرفتن گفتن سورپرایز باشه باید یه چیزی واسط بگیره که سورپرایز باشه من قبل بهش بگم و اینا گفتم ببین من میدونم چی میگیره واسم واقعا میدونی؟ نه میدونم چه کتگوریه میدونم چه چیزی هست ولی که اتفاقا اونی که دقیقا چیه خیلی میتونه واسم فرق کنه خیلی براش ذوق دارم من به دوستمون اون پشت گفتم که برای مهراب فقط چیزه خریدن خیلی ساده است چون از دو تا مغازه فقط میتونی بخری براش یکی اینه که تیشرت این شکلی داره و یکی هم عروسک جدی اسباب بازی دوست دارم هنوز اسباب بازی آره من خرید میرم اسباب بازی فروشی فکر کنی برای اسباب بازی گرفته قطعاً واسم اسباب پس پیمان جون فقط واقعاً چیز دیگه یعنی خیلی ذوق دارم ببینم چی آره خبر نداره واقعاً تو هم دوستش داری حتی فکر کنم یکم سختم بود بهش بدم یکی از اسطوره های مجسمه یکی از اسطوره های بزرگ بازیگری این دنیل دی‌لوئیس آقا نمیخوام بهش بدم بده من خودم میخوام در دار و دسته های نیویورکی یا دار و دسته نیویورکی خیلی آره بهتر از اون یکی خیلی الان میشینه باش بازی میکنه تعطیل کنید یعنی این چیزا هفتی روشو باید بده من واقعا بازی میکنم چیز چند داره ماشتی شو این چیزا نه همه ابزارش هم هست چاقواش و عجب چیز جذاب آره خودم زیاد کیف کردم آره ببین یه لحظه بده یه لحظه بده ببین صورت رو واقعا تمیز خیلی خوب در آورده آره بیاین دوستان آقای سر دنیل دی‌لوئیس آقا ایشالله بوچر بود دیگه شهاب و دنیل دی‌لوئیس یه بار توی یه فیلم با هم ببینیمشون آره برای من دور از ذهن نیست ولی پیمان جون دیگه آقای دی‌لوئیس فکر کنم
آره گفته بازی نمیکنم ولی خداحافظی کرده از دنیای بازیگری. آ نمیدونم. شانسمون. آخه خودش هم جمع میکنه. خودش هم بازی میکنه. باور کنید بازی میکنه میدونم آخه. بازی نمیکنم دروغ. خیلی خیلی جذابه. خیلی خوب پس حالا ما هم یه هدیه ناقابلی اجازه بدین تقدیمتون بکنیم. بر حسب دادید که قربونتون یادگار. چقدر با دست پر دارم. دوستان خواهش تندیس هم رفیق رو عنایت بفرمایید. ایمان عزیزم این رو با بهترین آرزوها تقدیم حضورت میکنم. انشالله همیشه تنت سالم باشه، دلت شاد باشه، عمر طولانی و با عزت و این رفاقت و برادریتون سالهای سال در کنار هم انشالله مستدام باشه. این هم یک انگشتری مزین شده با نام یگان رفیق. البته ما این رسم رو گذاشتیم حالا کجا؟ این آره این هم به رسم رفاقت. مرسی و این هم جمعش. مهراب عزیز همون آرزوهایی که برای پیمان داشتم برای تو هم دارم. انشالله همیشه برقرار بشی و برمدار در پناه امن پروردگار و این هم انگشتری که باز مزین به نام نامی رفیق هست و به رسم رفاقت به شما تقدیم میشه. این هم خدمت شما. خب صحبتی برای پایان؟ به من که خیلی خوش گذشت، خوشحالم که دعوتم کردید. مدت‌ها بود که تو رو ندیدم، دلم تنگ شده. برنامه خیلی خوب و آبرومند و امیدوارم که همه چی بهتر بشه، زندگی‌ها بهتر بشه و رفاقتام بزنه بالا دوباره. مهراب عزیز. رفاقتام بزنه بالا. ان شاءالله دوز رفاقتا بره بالا. منم خیلی تشکر میکنم. خیلی خوشحال شدم که اینجا بودم. خیلی وقت بود از خونه بیرون نیومده بودم و یهو خیلی هیجان انگیز بود و اینکه چقدر خوشحالم که یک همچین اسم مسئولانه و یک همچین موضوعی رو انتخاب کردی برای برنامه. امیدوارم این قدم که شده نتیجه درست باشه. ان شاءالله. مخلص. ان شاءالله. خب دوستان خیلی بابت گل حضورتون، وجود عزیز و نازنینتون اینجا سپاسگزارم. ان شاءالله تنتون همیشه سالم باشه، دلتون شاد و همینطور مخاطبینی که با این دوربین، مخاطبینی که ما رو از در واقع خانه ها دنبال میکنن، در پناه لطف حق باشید. تا دیدار دیگه. یا علی. شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم با اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه فردا روشن اگه باشی همیشه با من که باشی با غم‌ها دشمن بده دست تو به من. اگه باشی همیشه با من که باشی با هم ها دشمن بده دست تو به من. میشه فردا روشن
باشی با غم ها.